لطفا یه چیزی بود. ببین فقط دارم میپرسم، خیلی آروم دارم میپرسم. ببین من در خونه اوکان نیستم، پیش تو هم. یه چیزی بهم بگو. خیلی از دست عصبانی شدم، حق داری، حسودیم شد واسه اینکه نتونستم چهره واقعی اون بیشرف رو بهت نشون بدم، واسه اینکه دوستت داره. ببین اشتباه متوجه نشو، اصلا پشیمونیم و اشتباهام رو فراموش نکردم، از تو هم نمیخوام که اونا رو فراموش کنی. خواهش میکنم بهم بگو، حق داشتم بهت حسودی کنم و دیوونه بشم. بگو حق داشتم در مورد اون مردی که نگران باشم. پس تا آخرش حق با من بوده، بیشتر از اینا حقش بود، باید بیشتر از اینا بدی ببینه، اما ارزش داره به خاطر اون ما اینقدر عذاب بکشیم. ایپک برو، فکرت برو، التماست میکنم برو. نمیفهمی میگم برو. فکرت لطفا برو، مگه جوابی تو نگرفتی؟ من جوابی نگرفتم. باشه پس بگو دوستم نداری، بگو بگو میخوای از زندگیم بری بیرون. ایپک ببین اینجوری رفتار نکن که فکر کنم باعث شدم ازم سرد بشی. میدونی چه خیالی داشتم وقتی امروز داشتم میامدم اینجا؟ چه خیالی؟ به چی فکر میکردی؟ اونا فقط آرزوهای تو بودن. ببین فکرت گم شو از اینجا، برو بیرون. بهت میگم از اینجا برو، خواهش میکنم برو. نمیخوام. ایپک یه لحظه صبر کن. ایپک مشکل ما همینجاست، لطفا به حرفام گوش کن. نمیخوای بگی یا نمیتونی بگی؟ نمیخوام بگم، میفهمی؟ نمیخوام بگم. ببینم فکرت، تو فکر کردی من اینقدر آدم احمقی هستم؟ آره فکر کردی من اونقدر آدم بیشخصیتی هستم که گوله چند تا حرف قشنگ اوکان خوردم؟ آره قراره تمام من اینو نگفتم بگیرم بعدشم بیشینم با اوکان خرجش کنم؟ آره این چه طرز حرف زدن؟ این حرفا چیه؟ تو چی میگی؟ من قراره چی رو انتخاب کنم؟ من قراره چی رو انتخاب کنم؟ من چی داری میگی تو؟ اوکان برای من یه گزینه؟ باشه خیلی خوب ایپک، اینجوری نیست. شدم اونقدر تلاش کردم و هیچ کدوم از کارام دیده نشد. الانم من... که حق با توه. خیلی خوب، حق با توه فکرت. اگه من دنبال تو راه نیفتادم یعنی دارم اوکان انتخاب میکنم، یعنی من الان حق انتخاب دارم. اینو میخوای بگی؟ نه نه من همچین چیزی نگفتم، من همچین حرفی نزدم. انتظار نداشتم فکرت ازت متنفرم. برو از اینجا بیرون. به خاطر اون بیشرف نیست که داریم تحمل میکنیم، خیلی خوب این داریم عذاب میکشیم. باشه تو یه روز خوبی خوب. یه روز بعد من واقعا نمیفهمم دیگه، بریدم فکرت. من خسته شدم دیگه، نمیکشم از اینکه نادیده گرفته میشم. خسته شدم از اینکه تو رو جدا مامان از ما رو جدا باید خوشحال کنم. من... هیچ وقتم نتونستم این کارو بکنم دیگه. من نخواستم شدم. همچین حرفی بزنم. نه خیر قبول ندارم، قبول ندارم، قبول نمیکنم فکرت. برو از اینجا گم شو فکرت، دیگه نمیخوام ببینم ات، ازت متنفرم فکرت. تو خدا برو، من دیگه خسته شدم، دیگه مغزم نمیکشه. از برو برو خدا از اینجا برو، من دیگه خسته شدم. Thank you.
بفرما. هنوز ازش خبری نیست. هنوز خبری ازش نیست. جواب نمیده. هیچ کس جواب نمیده. خدای من. خواهش میکنم آروم باش. خدای من چجوری آروم باشم؟ ایپک چی؟ ممکنه رفته باشه پیش ایپک با آی بچه ها رو فرستادیم الان بچه ها اونجا؟ میکنه. امکان نداره به بچه ها آسیبی بزنه. مگه نه خانم جون؟ سری زنگ بزن به ایپک. فوراً زنگ بزن به ایپک. خدا اونم جواب نمیده. اونم جواب نمیده. حالا چی کار کنم ای خدا؟ اونم جواب نمیده. اونم جواب نمیده. نظیف چیه؟ نظیف بچه ها رو برده. اونم هنوز نیومده. خدای من زنگ بزن به نظیف. زود باش دیگه. باشه باشه. زود باش زنگ بزن. اسما خواهش میکنم. بگو برگرده سر خودش. بشین. اینقدر فکر بد نکن. این کارو نکن. ببین فکرت که قرار نیست بره خون بپا کنه. درست نمیگم؟ مطمئن باش رفته. فقط با ایپک حرف بزنه. آروم باش. جواب نمیده داداش. بر نمیداره. میخوای به دفتری زنگ بزنی؟ اصلا به فکرمون نرسیدم. آه فکر خوبیه. وایسا یه لحظه. من شماره دفتر رو ندارم. نیستش. آسمار آقا فارو. الو آزگار. اوکان کجاست؟ با آقا رفعت رفتن رستوران برای یه قرار کاری. فکرت اصلا نیومده اونجا به تو زنگ نزد؟ نه نزده. اگه فکرت زنگ زد یا اومد اونجا هیچی بهش نمیگید. باشه؟ باشه. خب میگم سری برگردیم. اینجوری خیلی بهتره. نظرت چیه؟ آب میخوری؟ دوباره خوابوندمش. فکر کنم به خاطر صدای ما ترسیده. من تو رو خیلی دوست دارم. تنها چیزی که سعی کردم بهت بگم همین بود. من هیچ وقت بهش شک نکردم. اصلا هم تو رو مقصر نمیدونم. اونی که مقصر بود تو نبودی. من بودم. تو هر کاری از دستت برمی اومد کردی. لطفا به منم شانس بده که هر کاری از دستم برمیاد بکنم. ایپک من عوض شده. بذار بهت نشون بدم که عوض شده. فقط میخواستم بگم که اینقدر راحت از خودمون نگذار. هنوزم میخوایی من برم؟ بچه ها رو میبرم. وقتی حالت بهتر شد میام. باشه؟
ها خب موکان که اینجاست، پس فکرت کجاست؟ بدون اینکه به ما بگه یعنی کجا رفته؟ ها ولش کن داداش، اینجا نیست، به موقع رسیدیم. فاروق شما اینجا چیکار میکنید؟ سلام فاروق، خیلی دیر رسیدیم. نه راستش خوب رسیدیم، چون میخواستیم یکم با اوکان حرف بزنیم. خیلی خوب شد که جلسه‌تون رو تموم شد. پس ما با اجازهتون رفع زحمت میکنیم، منتظر جوابتون واسه این پیشنهاد هستیم. روز بخیر. روز بخیر. خیر باشه رفیق، چی شده که جلسه رو اینجوری به هم زدیم؟ برو خدا رو شکر کن که اول ما رسیدیم. چرا این باز پیشته؟ میدونی اوکان خیلی دندونجی نگذاشته. فکر میکردم از روی خیرخواهی سامت رو نفروختی پسر، من مثل چی پشت این کارات وایسادم؟ این بود جواب دوستیمون مردونگی تو در همین حده؟ باشه باشه، خیلی خواب، آروم باش. ها؟ ببین یه دقیقه صبر کن، ببینم در مورد چی داری خودت حرف میزنی. خودتو به اون راه نزن. تو به چه جرأتی به زن داداش من چشم داری مهدی؟ که به چه جرأتی بهش چشم داری پسر؟ فاروق ببین، این موضوع چیزی نیستش که بشه تو همچین جایی در موردش صحبت کرد. میخوای بشینیم؟ شاید سرت خورده به جایی. چجوری میتونی به زن و دختر کسایی که میگی داداش و شریک و همکار چشم داشته باشی؟ مگه تو از جونت سیر شدی؟ دلت میخواد بکشمت؟ آره دلت میخواد بکشمت کسافت. بلش کن فاروق، بیا میشه یه لحظه به منم گوش بدی؟ خیلی کنجکاوم بودم، گوشم با خیلی من. من پامو از گیلیمم درستر نکردم، حتی بعد از این که فکرت اینقدر سرم داد و هوا رو انداخت بازم هیچ نیت بدی نداشتم. اون اتفاقات به خاطر سوء تفاهم همش راست بود. من واقعا میخواستم مثل دوست به ایپک کمک کنم. اگه فکرت وضعیتو به اینجا نمیکشون شاید اصلا متوجه احساسم نمیشدم. باور کن من تا حالا خیلی آدم دیدم ولی کسی رو به این پر رویی ندیده بودم. خب برو تو آینه ببین. برادر من تو خودتو وارد این بحث نکن. من حالا این مردکو میگیرم. برو بار بسر خوب گوشتون ببین چی یعنی دارم شاید قشن باشه ایتون بگیر امکاتو میزنی و گمشی از شدت میده بیرون. فهمیدی مرتیکه؟ ببین دارین دوتا موضوع رو با هم قاطی میکنی. رو اصاب من راه نرو، باور کن نه تنها از شرکت بلکه از کل بازار حسلت میکنم. فهمیدی یا نه؟ پس منو دیوونه نکن. بارو یا بریم باشه؟ بارو اون شرکت به من نیاز داره. گن بزنن به اون شرکت. مرتی که تو متوجه نیستی چیکار کردی؟ ببین برو خودتو سپاسگزار باش که به همینجا ختم شد. اگه یه بار دیگه اضافه ای فکر ببینمت باور کن نمیذارم فکرت کاری بکنه. خیلی خوب، بیا از اینجا بریم فاروق، بیا از اینجا بریم. بیا کاری از دستش بر نمیاد. بیا بریم دیگه، از اینجا بریم. من یه بلایی سرش میارم، باور کن. بهتره تو هم تو این فکر باشی که دیگه تو شرکت نیای، باشه؟ ها؟ ای بابا بر نمیداره. این دیوونه کجاست؟ خدا رو شکر فقط دیوونه است ولی قاتل نیست. یادم نمیاد بعد از ماجرای حلیم دوباره اینقدر ترسیده باشه. حلیم؟ ولش کن بی خیال، بگذاریم. حالا باید چی کار کنیم؟ یعنی کجا رفته و چجوری باید پیداش کنیم؟ بذار من برای آخرین بار شانسم رو امتحان کنم و یه زنگی بهش بزنم. الو الو پسر، تو کجایی؟ این همه وقتی داریم دنبالت میگردیم، پس کجایی؟ دارم میام دفتر. دفتر؟ خیلی خوب باشه. ببین الان بگو کجا هستی، دقیقا بگو کجایی، باشه؟ دارم رانندگی میکنم بعدن هم باشه. باشه خیلی خوب، چیز خاصی نیست داداش، ناراحت بود اما عصبانی نبود، هم بهش فکر نکن، باشه؟ خیلی خوب، تو دون پاشیدی منم گیرش انداختم، اینطوری شد دیگه. اون حق داره حتی اگه نخواد منو ببینه. حرفی واسه گفتن من به خاطر این مهدی که عوضی چند بار با فکرت دعوا کردم. میخوام بگم کافر همه رو به کیش خود بندارد، اول اینطوری شامل فکرتم میشه. منظورم جریان اسرائیل هاست.
خیلی خب بی خیال شو. آدم بعضی وقتا متوجه اتفاقاتی که اطرافش میافته نمیشه. ولی خوب بود. اینو فهمیدیم. بد نبود. بگذاریم دیگه. خب عظمت بوران بودنم بد نشد. ببین مردک از سرتش بیرونم نمیاد. چه جوری میخواد بریم. بریم. ببینم یعنی چی همش میگی یعنی هیچ کدومشون به درد نمیخورن؟ پشت کاره طرف نداره. یهو میرفتی کل مغازه رو میگرفتی دیگه. نمیدونم وقتی اینا رو دیدم یهو هوس کردم همشون رو بخرم. تازه فروشنده به هم گفت که اینا همشون لازمه، باید بخری خانوم. خب مثلا این واسه وقتیه که مادر یهو گیج از خواب بیدار میشه، با این میتونه درجه گرمای غذای بچه رو کنترل کنه یا همچین چیزی. خب بهش غذا نمیده، شیر میده. بهش شیر میده. شیر؟ تو چرا گول این فروشنده ها رو میخوری آخه؟ بعدش هم دلارا از اینا داره، خودت که این کاره ای. همه فروشنده ها فقط میخوان این خرت و پرتاشون رو بفروشن بره، همین دیگه بابا جون. وای سنم، اینقدر حرف زدی و قرقر کردی که سرمو خوردی دختر. همیه ذوق و شوقم رو ازم گرفتی، واقعا دست در نکنی. الهی بمیرم، خیلی ذوق داشتی. آره کاش از من میپرسیدی، من بهت میگفتم که چیا لازم داره. خب اینجوریم نمیشد دیگه عزیزم. یعنی میگی همشون رو پس بدم، هیچ کدومشون به درد نمیخورن واقعا؟ خب باشه، ببین این خوبه. آره وقتی داره تو آشپزخونه کار میکنه بچه سرگرم میشه، کلی هم دعات میکنه. خب یعنی تا جایی که میتونه برات دعا میکنه. حقیقتش وقتی اینو داشتم میگرفتم ازش خوشم اومده بود. اینو میدم به آدم که بده به دلارا. آره دارم پس نمیدم. تو هم ببینشون، اگه چیزی هست به دردش بخوره تو بردار، بعدش یواش یواش یه راهی پیدا میکنی و میدیش به دلارا. به نظرم به دردش میخوره. البته فکر کنم دیگه دفعه بعد قبل رفتن یه زنگی به من بزن بهت بگم چیو بخری. وای از دست تو سرم. میرم چایی بذارم. رفته چیو خریده به درد نمیخورن که. آدم تو زنایی که دوستش دارن خیلی خوشانس، ولی اصلا لیاقتشو نداره. مردی که پر فاروق. میرم پیش مامان. فاروق. آروم باش مامان جون، آروم باش. پس فکرت کجاست؟ فکرت الان تو شرکت مامان. منم چون فکر میکردم الان شاید دلش نخواد صحبت کنه نرفتم پیشش. یکم آروم باش. یعنی چی؟ میخوای تنهاش بذاری؟ آدم رفته پیشش مامان. آدم؟ خب حالا چی شده ها؟ من با فکرت حرف زدم. جای نگرانی نیست. یعنی فکرت با عصبانیت با هم حرف زدم. فکر نکنم که بخواد بره با اوکان آسیبی برسونه. با اوکانم حرف زدم. اونم قراره تمام سهامشو به آدم بفروشه. به آدم؟ مامان خواهش میکنم دوباره نریم سر بحثای قدیمی. نگران نباش، حق امضا و تصمیم گیری سر این مسائلو دوباره از نو درستش میکنیم. من واقعا الان نمیخوام به کسی توضیح بدم به کی اعتماد دارم و به کی ندارم. اصلا حالشم ندارم مامان. الان تنها فکر و ذکرم اینه که اوکان دومشو بذاره رو کولش و از اینجا بره. باشه، ولی این وسط گناه تو چیه؟ چرا داری انقدر خودخوری میکنی؟ دیگه میخواستی چی بشه داداش؟ کم بوده بود باعث فلاکت بشه.
با اجازتون. نمیخوای با هم حرف بزنی؟ چه حرفی بزنم سرایا؟ با این عصبانیت من در مورد چی با حرف بزنم؟ گیریم فکرت دیوونه است، مامانم مریضه، تو چرا نایمدی پیش من؟ تو چجوری میتونی راز از من پنهون کنی؟ تو نمیدونی به خاطر این مرتی که من چند بار با فکرت دعوا کردم؟ ها؟ در مورد بیماری مامانم سکوت کردی؟ خب باشه، اونو مامانم خواسته بود، این چی؟ خب این چیه؟ واسه چی داری یه جوری رفتار میکنی انگار هی دارم بهت دروغ میگم فاروق؟ خودت به این حقو میدادی که دخالت کنم سرایا؟ تو متوجه کاری که کردی هستی؟ اگه میرفت طرفو میکشت و من نمیرسیدم چی؟ خواهش میکنم بهم بگو بعد از اون چجوری میتونستم از زیر مسئولیت این کار در برم. خدا رو شکر که امروز عقل آقا فکرت اومده سر جاش. فاروق من واسه کمک کردن به فکرت رفتم اونجا، چون درباز بود رفتم تو، اشتباهی دیدم، بعدش به هم میگی میومدم سریع به تو میگفتم، خواستم وقت بدم ایپک خودش درستش کنه. ایپک خودش شوکه شده بود، موضوع شخصی اون بوده. معلومه که تو روز سالگرد ازدواجمون بهت نمیگفتم. خب پس واسه چی رفتی اول جریانو به مامانم رسوندی؟ ببینم تو چی داری میگی ها؟ من به مامانت اینا نگفتم، مامانت داشت منو بازخواست میکرد، همونجا فکرتم همه چیزو شنید. من به کسی چیزی نگفتم. خیلی خب باشه، من نمیخوام با تو یکی بده کنم. یکم آروم باش سرده، یکم آروم باش. اگه فکرت میرفت خودشو تو درد سر مینداخت، اون موقع هیچ عذر و بهونه‌ای قبول نمیشد. خب هیچ عذر و بهونه‌ای قبول نمیشد سرایا. من دیگه تحمل هیچ عذر و بهونه‌ای رو ندارم، حتی بهونه‌ای خودمو. خسته شدم دیگه سرایا. دیگه چیزی رو از من پنهون نکن سرایا، لطفاً دیگه هیچی رو از من پنهون نکن. باشه؟ خودت هم تنهایی باش، رو درو نشو. این دفعه آخر. باشت اومده؟ میخوای یه دونم برای تو بخرم؟ الو؟ بسر با تو هم کجایی؟ یکم آروم باش، همه چی رو به راه میشه. هیچ وقت انقدر آروم نبودم. اما هیچی رو به راه نشده. کارایی که کردم بقیه کارامو خراب کرده. من باختم، میبینی که خیلی هم باختم. میبینی دست تو که هست روشن میشه و
ولی دست من که میاد روشن نمیشه. حتی اینم روشن نمیشه. شارژش تموم شده. وقتی تموم شد دوباره یادم رفت بزنش به شارژ. ربطی به تو نداره باشه؟ هر آتیش یه روز خاموش میشه. همین. ایپکم حق داره میدونی؟ خب چی بگم؟ وقتی تو این حالم چی بگم؟ خانوادم هم دیگه ازم قطع امید کردن. نه مامانم نه داداشم دیگه به حرفم گوش نمیدم. ایپک چرا گوش کنه؟ فاروق یه کاری کرد از کتک زدن اوکان بدتر بود. خب الان خیلی ناراحته. اونم خوب میشه. یه موقع پا به پای اون بود. جایی که از من دفاع کنه از اون دفاع کرد. به این راه وایسا همینجا صبر کن صبر کن. یه لحظه صبر کن صبر کن. موضوع رو با هم قاطی نکن باشه؟ یه مسئله ای هست. چی میگن؟ بله اونو بکش ولی حقشو نخور. درسته میگم؟ یادت نمیاد که تو یه زمانی چطور از من جلوی فاروق دفاع کردی؟ اون وقت من چی کار کردم؟ شرکتو به خاک سیاه نشوندم. دیدی؟ آره؟ الان با خراب کردن خودم از فاروق دفاع کردم. آره؟ میبینی؟ کار و زندگی رو میبینی؟ دنیاست دیگه. فاروق اون کار برای شرکت نکرد، فقط برای تو کرد. فکرشو بکن دیگه ها؟ یعنی اگه ولش کنی میره اوکانو میکشه و نمیذاره تو کاری بکنی. دیوونه است. اینو تو چشماش دیدم. وقتی تحت فشاره از منو تو دیوونه تره. الان داری زیراب داداشمو میذاری. نمیفهمم. نه خیر. میخوام اینو بهت بگم. خونوادت قید تو رو نزدن پسر. دیک به دیک میگه رود سیاه. ببین زنت هم شبیه خودته. خیلی لجبازه. معلومه یکم صبر کن آروم باش. همه چی درست میشه. الان سه ماه مونده تا روز دادگاه. سه ماه وقت داری. ببینم تو وقتی با زنت آشنا شدی چقدر طول کشید تا ازدواج کنی؟ سه هفته طول کشید. درسته یا من اشتباه میکنم؟ ها؟ از وقتی عاشق شدم تا زمانی که ازدواج کردم 15 سال طول کشید. خب پس یعنی این همه سال برای راضی کردنش لازم بوده و تو بالاخره راضیش کردی. چه خوب نه؟ درست نمیگم؟ ممنون. من میرم خونه. وایسا من میرسونم. نه نمیخواد. نمیخواد آدم. لطفاً ولش کن. خواهش میکنم بذار تنها باشه. باشه خیلی خوب. شما هم یکم راحت بشی. باشه هر جور خودت راحتی. ولی یه چیزی میخواستم بگم. تا زمانی که قاضی حکم نداده بازی تموم نشده. باشه؟ یادت نره. ببخشید نمیخواستم سر سفره حرف بزنم دیر اومدم. گفتم واسه شرکت سیستم امنیتی نصب کنم. نتونستیم واسه کار شرکت بهت کمک کنیم. تو هم از کار زندگی انداختیم. نه بابا این چه حرفیه. حالا یه روز دیرتر انجامش دادم. چی شده مگه؟ عجله واسه این کارا نداریم. تازه یه جوون زبر و زرنگ پیدا کردم داره تو همه کارا بهم کمک میکنه. سلام به همه. تو هم رسیدی؟ چون امروز خیلی خسته بودی. داداش وکیل ما تو استانبول درگیر قرار داده است. میخواستیم تو مشاورش باشی. البته اگه سر قیمتا به تفاهم رسیدیم. باشه کارش میکنیم. تازه بورانا تو بورسا خب اسم و رسمی داره.
به نفع منم میشه. راستی آدم هم داره دنبال وکیل میگرده. حتما اگه واسه شما مناسب باشه چرا که نه. خیلی دیر شده دیگه، هنوزم داداشم نیومده. ما نشستیم دور این میز در مورد کار حرف میزنیم. یعنی واسه این جمع خوب نیست دیگه. من که اصلا راحت نیست. به خدا دارم به این راحتی شما با تعجب نگاه میکنم. مامان گفتم که آدم بهش رسیدگی میکنه. چون آدم پیش فکرت ما هم خیالمون خیلی راحته. خب بهترین کسی که میتونه اونو کنترل کنه. بهترین کسی هم که میتونه دیوونش کنه اونه. مامان میترسی؟ متوجه میشم. اما منم یه چیزایی دیدم که تو ندیدی. مامان آدم این دفعه واقعا فرق کرده. خب برای همینم هست که چیزی نمیگم و همینجوری نشستم. اما به نظرم بازم شما حواستون به همه چیز باشه. من نمیتونم بدون هیچ امتحانی و به همین آسونی به آدم اعتماد کنم. پس به من اعتماد کن مامان. آه فکرت، پسرم تو کجا بودی؟ ها تو الان کجا بودی پسرم؟ به خدا داشتم از نگرانی دیوونه میشد. اومدم اینجا. اومدم اینجا. پسرم خیلی معذرت میخوام. نه چه حرفیه، اصلا نیازی نیست. خودتو خسته نکن. اگه بخوام تو این مسئله یه نفر رو سرزنش کنم، فکر کنم باید اول از خودم شروع کنم. من از همه تون معذرت میخوام، واسه اینکه ترسوندمتون، هم واسه اینکه اینقدر ناراحتتون کردم. خوب نیستم. اما خوب میشه. البته نمیدونم چطوری، اما میشه. میدونم از زندگی با دیوونه ای مثل من چقدر خسته شدی. منم خیلی خسته شدم از تمام دیوونه بازی ها. واسه همین یه تصمیم میگرفتم برای خودم. میخوام از این به بعد آدم آرومتر و منطقی تری باشم. لازه نتونستم پسر خوبی باشم. نتونستم برادر خوبی باشم. نتونستم شوهر خوبی باشم. اما دست کم میخوام بابای خوبی باشم. پسرم تو شاید یکم سرسخت باشی، ولی بچه خیلی خوبی هستی، خیلی خوبی. اینم نگو من اینجوری نیستم، اونجوری نیستم. ببین ایپکم، ایپک تصمیمشو گرفت. من بهش یه قولی دادم، گفتم واسه آخرین بار بپرسم. پرسیدم. واسه منه آبجی؟ فکر کردم گرسنه باشی. فکر کنم باید به این که بدون ایپک سر میز بشینم عادت کنم. اگه کمکم کنید خیلی خوشحال میشم. بیا این میز خیلی مشتری داره. میدونی خیلی ببخشید. خوش اومد. خیلی خوب.
خب شروع کنین. سر این میز جایی واسه ناراحتی نداریم. زود باشین آفرین دیگه. سر این میز نباید ناراحت باشین. بی عزیزم نورگل سرویس رو بیار. زود باشین. فکر کردی با رشوه دادن همه چی درست میشه؟ نه خب حتی تو جنگم وقتی میخوان با هم حرف بزنن یه پرچم سفید به هم نشون میدن مگه نه؟ ها؟ نمیدونم منم فکر کردم شاید حداقل بتونیم یکم حرف بزنیم. پرچم سفیدم معذرت میخوام، اونی که اشتباه کرده منم. ببین این بچه شیرینی که تو اتاق دلیل همه یه کوتاه اومدنهای ماست، اما یه جورایی خب نمیدونم بدون دعوا و جربست باید یه راهی برای بزرگ کردن اون بچه پیدا کنیم مگه نه؟ من نمیخوام مادر بچه‌مو ناراحت کنم، تو هم باباشو ناراحت نکن. نظر کار بزرگ کردن بچه‌مون به وکلا برسه. باشه؟ خواهش میکنم. ما حتی نمیتونیم با هم یه نقطه مشترک پیدا کنیم. چطوری میتونیم بشینیم حرف بزنیم؟ الان 40 ثانیه است که داریم حرف میزنیم. نمیدونم خب. درم که هنوز به روی من نبستی. فکر کنم بیشتر از اینم میتونیم با هم خوب باشیم. نظر تو چیه؟ آره میدونم از نظر تو شاید من استحقاق اینو نداشته باشم، ولی فکر میکنم لیاقت و امید بیشتر از ایناست. پرچم سفید. خب بیا تو، منم یه سر به امید بزنم، یارم بذارم تو گلدون. چی شده نورگل؟ داریم میزو میچینیم خانم جون. برای کی؟ ما با کارمندای هتل هماهنگ کردیم، به خاطر همین خیلی عجله داشتیم که زودتر بیایم میزو بچینیم خانم. آره اون چیه دیگه؟ مثل جادو جنبله. آره همینطوره. برای چی آخه؟ سورپرایز. ای وای خدا. بیا عزیزم بیا. بیا اینجا عزیزم، بیا 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 خوشگل. برگشتی؟ Thank you.
نظیف، اون کپسول آتش نشانی دیگه چیه؟ ای بابا، من اینو به جای چمدون برداشتم، اشتباهی. موسیقی